سلام به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که ما prepositions of place رو یاد بگیریم. یعنی حرف های اضافه برای مکان. یعنی چه حرف های اضافه برای مکان؟ مثلا وقتی که میخوایم بگیم چیزی روی میز قرار گرفته کلمه روی میشه حرف اضافه در زبان انگلیسی. همینطور کلماتی که شبیه به اون و از خانواده اون هستن زیر میز کنار میز درسته؟ ما میخوایم اینها رو توی این ویدیو به انگلیسی یاد بگیریم خیلی ساده و خیلی کامل بریم ببینیم چی هست قبل از اینکه من این کلمه ها شروع کنم چون یه سری از دوستان خیلی جدید هستن توی زبان انگلیسی و ممکنه حتی ساده ترین کلمات هم براشون تازه باشه به خاطر همین من دو تا کلمه که زیاد استفاده می کنم و اینجا یه توضیح کوتاه میدم و میرم روی کلمات ببینین ما میخوایم در واقع چون اصل هدفمون توی این ویدیو اینه که کلمات حرف اضافه رو یاد بگیریم زیاد روی این دوتا کلمه من زوم نمی کنم ولی باید قبلش بدونیم که قشنگ متوجه بشیم مثلا میخوایم بگیم یک خودکار روی میز وجود داره این وجود داشتن رو باید به انگلیسی بدونیم دیگه تا بقیه کلمه رو یاد بگیریم این دوتا رو من براتون توضیح میدم ببینید کلمه there تو زبان انگلیسی خودش به تنهایی به معنی مثلا آنجا البته معانی دیگه هم داره ولی فعلا معنی آنجا هست خب اما وقتی که بهش فعل بی اضافه میشه یعنی ام ایز آر واز where, ویل اینا بهش اضافه میشه خانواده افعال بی رو میتونید تو ویدیو افعال بی یاد بگیرید وقتی این افعال بی به کلمه there ببینید اضافه میشه معنی جدیدی میگیره یعنی در واقع معنی از وجود داشتن میده البته این بستگی داره که فعل بیش چی باشه مثلا اگه بگیم there is یعنی وجود دارد اگه بگیم there are یعنی وجود دارند جمع میشه اگه بگیم there was میشه وجود داشت اگه بگیم there were یعنی وجود داشتند پس همینطور الاخر فعلا ما فقط با این دوتا عبارت کار داریم این دوتا جمله کار داریم بنابراین این ما فقط همینو توی این ویدیو یاد میگیریم بقیه رو من کامل توی یه ویدیو دیگه بهتون یاد میدم حالا اینجا توجه کنید بچه ها there is وجود دارد there are وجود دارند ببینید برای جمع به کار میره there is a cat یک گربه وجود دارد There is a cat خب حالا بقیه جمع، این جمله کامل نیست فقط برای یاد گیریتونه There are cats گربه ها گربه ها وجود دارند جمع شد درسته There is there are ما فعلا توی این ویدیو فقط با there is کار داریم خب ببینیم چیه این گربه رو نگاه کنید این گربه روی جعبه قرار گرفته درسته گربه میشه کت جعبه میشه باکس این گربه روی جعبه قرار گرفته ببینیم چی میشه There is a cat on the box on the box روی جعبه There is a cat on the box on آن میشه روی آن رویه. آن باکس. خب. حالا بعدی. این گربه بچه ها زیر جعبه قرار گرفته. بعضی کلمات هست اشتباه میگیرن با هم بچه ها. و زیره. این دوتا حرف اضافه رو نباید با هم اشتباه بگیرید حرف اضافه زیره یعنی یه چیزی که کاملا زیر یه چیز دیگه قرار گرفته و حتی گاهی اون چیز بالایی چیز زیری رو پوشش میده یا اینکه بهش وصله خب مثل همین گربه ای که رفته تو جعبه بنابراین این گربه پایین جعبه نیست زیر جعبه است خب پس میشه there is a cat under the box. وجود داره یک گربه زیر جعبه زیر جعبه پس وجود داره یک گربه زیر جعبه There is a cat under the box under the box زیر جعبه بعدی این گربه چی بچه توی جعبه قرار گرفته یعنی جعبه بدن گربه رو محاصره کرده گربه کاملا رفته توی جعبه خب این تو ببینید چی میشه there is a cat in the box یا inside the box تقریبا هر دو یه معنی میدن میتونیم هر دوشو به کار ببریم این و inside تقریبا یک معنی میدن there is a cat inside the box in the box داخل جعبه inside the box خب در بعدی این گربه بچه ها کجا قرار گرفته کاملا پشت جعبه قرار گرفته یعنی جعبه اومده جلوش درسته پس گربه رفته پشت جعبه قایم شده پشت جعبه قرار گرفته there is a cat behind the box ببینین behind the box there is وجود داره a یک کات گربه behind پشت the box جعبه پس یک گربه پشت جعبه وجود داره behind behind میشه پشت چیزی بچه ها یک کلمه ای از back میشه پشت خب و بعضی ها میگن back of نه این غلطه اگه شما بگیم back of the box انگار شما این جعبه رو بگیریم پشت خود جعبه توزی که روی جعبه نوشته شده اون پشت جعبه رو بخونی یا نگاه کنید این behind یعنی خود جعبه نیست اون شی دقیقا پشت جبه یک کمی با فاصله ازش شاید قرار گرفته حتی یه شاید بهش جفتم شده باشه ولی بک آف the باکس میشه پشت خود جبه رو بدنه یه جبه پشتش مثلا میگیم این کاغذ روش مثلا به انگلیسی نوشته شده پشت کاغذ به فارسی نوشته شده خب این پشتش میشه back of the paper خب اما behind یعنی یه چیزی که مثل مثلا حالاتی که پشت, پشت چیز قایم میشه یا قرار داره این شکلیه. پس behind رو با back اشتباه نگیرید. behind پشت جعبه. بعدی ببینیم بچه ها این گربه بین دو تا جعبه قرار گرفته. یعنی وسط اونا قرار گرفته. ببینید دقیقا بین اون دو تا جعبه. حالا ببینیم اینو چیزی باید بگیم. There is a cat... between the boxes چون دو تا جعبه دیگه جمع میشن boxes اینو توی ویدیو قبلی خوندیم اکس اومده ای اس جمع میشه boxes there is a cat between the boxes یک گربه بین دو تا جعبه قرار داره یعنی وجود داره پس there is a cat وجود داره یک گربه between بین the boxes جعبه ها خب بریم بعدی این گربه چی؟ کنارش درسته نگاه کنید این دقیقاً اومده کنار جعبه نشسته پس there is a cat beside the box there is a cat beside the box وجود داره یک گربه کنار جعبه کنار جعبه پس بساید میشه کناره بساید کناره بساید کناره بعدی این گربه چی؟ کنارشه نه کنارشه با اون تصویر نشون داریم میخوایم بگیم این نزدیک جعبه است گربه نزدیک جعبه است چی باید بگیم بچه ها؟ There is a cat near the box. There is a cat near the box. وجود داره یک ببینید دو تا با هم معنی کردم وجود داره یک گربه نزدیک جعبه جعبه این در من توی ویدیو بعدی کامل درس میدم نیر نزدیکه نیر نزدیک جعبه خب پس نیر میشه نزدیک حالا این گربه نزدیک هست ولی موقعیت جعبه من تغییر دادم که با قبلیه شما اشتباه نگیرید در واقع اینجا میخوام بگم روبروش قرار گرفته مثلا اینجا اگه ورودی باشه گربه روبروی ورودی این جعبه قرار گرفته در جعبه قرار گرفته بنابراین میخوایم اینجا کلمه روبروی رو یاد بگیریم مقابل رو یاد بگیریم خب There is a cat in front of the box There is وجود دارد درسته با هم یادتون نره e yek گربه، in front of in front of مقابله مقابله in front of عبارت در واقع کلمه نیست اگه فرانت بود میشد کلمه اما این فرانت آف خودش باز دوتا حرف اضافه داره با همدیگه میشه یک عبارت این عبارت معنیش میشه در مقابل رو به روی تو فارسی هم ما عبارت داریم رو به روی در مقابل خب انگلیسی هم همینه این فرانت آف خب میشه رو به روی the box جبه بعدی ببینید بچه ها این گربه ها نیا کنید ما شاید برای یه همچین حالتی توی فارسی یه واژه دقیق نداشته باشیم یا حداقل من نمیدونم چی اگر وجود داشته باشه کم استفاده است این که مثلا گربه از وسط جعبه رد شده حالا در واقع یه جوری که از اول جعبه رد شده از آخرش بیرون زده دیگه خب رد کرده جعبه رو اینجا به انگلیسی یه لغت وجود داره یعنی گربه از سر تا سر جعبه رد شده در سر تا سر جعبه قرار گرفته برای این یک لغت هست به نام through through there is a cat through the box خب در بین جعبه نمیشه گفت مثلا شما باید این, این, تصویر رو توی ذهنتون تصور بکنید که through چیه اینو ببینید و تصور بکنید من دقیقا نمیدونم اگر شما میدونید که کلمه معادل فارسیش وجود داره خوشحال میشم تو کامنت بنویسید ولی من نمیدونم دقیقا معادل فارسیش چیه اما این حالت رو ما بهش میگیم ثرو there is a cat through the box خب یه تصویر اینه دیگه قشنگ مفهوم رو انتقال میده. پس through میشه در سراسر چیزی از میان چیزی در سراسر چیزی خب حالا اینجا همون نکتهی ای که میگفتم این گربه روی جبه نیست بالای جبه مثل وقتی که شما یه تابلو رو بالای یه جایی میچسبونین مثلا میگیم این تابلو نقاشی رو بالای این مبله ما میچسبونیم یا بالای مثلا این کنسول این میز کنسول ما این آینه رو میچسبونیم خب وقتی میگیم بالای یعنی با یه فاصله ای از چیز زیری از شیء زیری خب اینجا حالا بالای چی میشه there is a cat above the box there is a cat above the box وجود داره there is there به تنهایی بچه ها وجود داشتن معنی نمیده there is میشه وجود داره a cat یک گربه above بالای the box جعبه هست خب پس above بالای حالا اینجا چی زیرشه نه اینجا پایین جعبه است همونطور که گفتم پایین جعبه با زیر جعبه فرق داره حداقل تو زبان انگلیسی اینجوریه. پایین جعبه یعنی جابه اون بالا از گربه پایینه ولی تو یک مسیرن. خب پایین جابه. There is وجود داره یک گربه A cat below the box. below the box یعنی چی below the box یعنی چی یعنی پایین جعبه. پایین بیلو خب حالا من اینجا لیست کامل چه براتون نوشتم که یه مرور با هم داشته باشیم شاید راحت تر تو ذهنمون بمونه با تصریف اولی بیلو پایین through از میان through از میان behind پشت اینساید داخل توی این داخل توی. under زیر under زیر on روی روی above above بالای near نزدیک near نزدیک between بین between بین in front of روبروی in front of روبه beside کنار beside کنار خب دوستان امیدوارم که کامل این حرفهای اضافه رو یاد گرفته باشین میدونم که باید زیاد تکرارش کنید توی یک جلسه همه این حرف اضافه های مکان رو نمیتونیم یاد بگیریم بربراین خیلی خوبه که تکرار و تکرار و تکرار کنیم تا برای همیشه تو ذهنمون ثبت بشه میتونین مثال های مختلف هم براش بزنین نگاه کردن همراه با تصویر خیلی کمکتون میکنه چون باعث میشه که اون تصویر تو ذهنتون بمونه همراه با کلمه و راحت تر کلمه رو حفظ بشین اگه این ویدیو دوست داشتین خوشحال میشم که نظر بدین لایک کنین یا کامنت بذارین و اگر چیزی تو ذهنتونه که ما در موردش آموزش بدیم اونم خیلی خوبه اگر تو کامنت ها بنویسید تا ما بدونیم نیاز شما چیه خب بچه ها تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار